شاید دوست داشته باشید بخش نوشته ها یا بخش سینگل پست وردپرس یا بخش مقالات سایت وردپرسی خودتون رو با افسونه المنتور بسازید من توی این ویدیو تا انتها میخوام به شما یاد بدم چطور با افسونه المنتور بتونید بخش نوشته های سایت خودتون رو بسازید که اگر به این موضوع علاقه دارید و دوست دارید یاد بگیرید تا آخر ویدیو همراه من باشید شما ولی به یکی دیگه از سری آموزش کانال آپتم من پارسا هستم و در اینجا میخوام شما رو با وردپرس سئو و هر آنچه که در حوزه وب میدونم آشنا کنم پس اگر به این موضوع علاقه دارید کانال منو سابسکرایب کنید اون لایکم بزنید نظرتون رو مطمئن کامنت کنید تا آخر ویدیو حتما توی من رو تو اینستاگرام منو فالو کنید آی دیشم براتون میذارم شما که علاقه دارید به وردپرس و دنیای وردپرس و سئو اونجا خبر هیجان انگیزی براتون هست حتما برید به زودی اتفاقای قشنگی خواهد افتاد که از شنیدنش قطعا خوشحال خواهید شد خب حالا بریم سراغ اینکه چطور تو بخش نوشته ها یا بخش مقالات سایت وردپرسی خودمون رو با افسون الیمنتور تراحی کنیم خب همونطور که میبینید ما الان روی دکستاب هستیم طبق معمول برای اینکه بخوایم بخش بخش های مختلفی از سایتمون رو بسازیم تو قسمت غالب ها و روی قسمت تیم کلیک می‌کنیم. در قسمت از قسمت افسودن جدید وارد میشیم و از این قسمت روی انتخاب و روی بخش ببینید اینجا دو تا گزینه داریم به اسم سینگل پیج و سینگل پست تفاوت این دوتا چیه سینگل پست بخش نوشته ها و بخش مقالات سایت شماست یعنی در واقع اگر من برگردم یعنی وقتی اون بخش رو طراحی میکنید به بخش سینگل پست رو انتخاب میکنید بعدا توی سایتتون وقتی توی نوشته ها نوشته پستی ارسال میکنید غالب اون پست تمپلت یا ظاهر اون پست ظاهریه که شما در ببخشید در این قسمت انتخاب کردید در قسمت سینگل پست انتخاب کردید در واقع همون نوشته یا مقالات شماست سینگل پیج در واقع همون برگه های شما هستن مثل صفحه تماس با ما درباره ما امثال اینجور صفحات که توی قسمت که توی وردپرس تو قسمت برگه ها و افزودن جدید در واقع توی این قسمت هر محتوایی ارسال کنید ظاهر و دیزاینش در واقع همون سینگل پیج میشه خب حالا ما میخوایم با این توضیحاتی که دادم پس قطعا انتخاب ما سینگل پست خواهد بود سینگل پست انتخاب میکنم و روی ایجاد غالب قبلش یه اسم انتخابی هم یه اسم اختیاری هم انتخاب میکنم که من معمولا همون اسمشو میذارم سینگل پست که قاطی نکنم بدونم چی رو برای کجا ساختم شما سعی کنید اسمایی انتخاب کنید که وقتی اگر تیمپلیت های زیادی ساخته شد متوجه بشید هر کدوم برای چه کاری ساخته شده ایجاد قالب اون میزنم مثل ساخت هدر و فوتری که تا الان ساختیم اینجا هم بخش سینگل پست ما با افسون المنتور ساخته میشه بخشش فقط هنوز ظاهری دیزاینی چیزی نداره طبق معمولی سری قالب های آماده هم خود المنتور پیشنهاد میده که میتونیم از اینا استفاده کنیم که گفتم سعی کنید خودتون با طراحی خودتون بسازید با اینجا کاری ندارم روز ابدر کلیک میکنم و به بخش در واقع طراحی سینگلمون یا طراحی بخش نوشته های وردپرسمون میایم همونطور که ببینید من تو جلسه قبلی که آموزش ساخت فوتر بود که لینک براتون میذارم حتما برید ببینید خوبه حتما فوتر هم ببینید ببینید الان اگر دقت کنید ما وقتی ساختیم هدرو فوتر خیلی به هم چسبیده بودن جلسه قبل که الان وقتی میبینید این هدرو فوتر به هم فاصله افتادن و بخشش این وسط الان ما یه کادری داریم که اینجا با المانایی که اضاف میکنیم این وسط بین هدرو فوتر فاصله میافته و سایدون حجم اصلی خودشو دریافت میکنه خب من از اینجا قبل از هر چیزی که بخواید بخش نوشتاراتون رو بسازید قبلش من بهتون بگم قبلش حتما تو ذهنتون روی ورقی روی پی اس فتوشاپ یه جایی اون ترسیم ذهنی خودتون از سایتتون رو یه جا رسم کنید ببینید الان من میخوام یه سایتی طراحی کنم که مثلا سایت بارش یا مثلا نوار ابزار کناریش سمت چپ قرار بگیره این تصمیم با شماست شما, شما به وقتی دوست دارید مثلا سمت راست قرار بگیره یا اصلا دوست دارید هیچ سایت باری نداشته باشه تو بخش نوشته اما من برای در این قسمت یه سایت بار سمت چپ دوست دارم قرار بگیره داشته باشه که این حالت در واقع ساختار ستومندی رو انتخاب میکنم اینجا میشه سایت بار ما و اینجا میشه بخش نوشته های ما خب در این قسمت من اینجا یه چیزی اینجا قبل از هر چیزی بگم ببینید وقتی توی در محله قبلی که سینگل پست و سینگل پیج و اینا بود انتخاب میکردیم وقتی ما سینگل پست رو انتخاب میکنیم خود المنتور یا هر بخش دیگه ای توی اون قسمتی که سینگل پست و سینگل پیج و هدر و فوتور و اینا بود که تو هر جلسه از اونجا اقدام میکنیم برای ساختن وقتی انتخاب میکنید همین بالای در واقع قسمت های المان در واقع المنتور چه این قسمت باشه معمولا علمان های مربوط به این بخشی که ما داریم میسازیم رو دم دست قرار میده مثلا الان تو بخش سینگل نگاه کنید خودش پستایتل و اینا رو گذاشته جلو ما پستایتل همون عنوان مقاله ماست یعنی اگر ما اینو اینجا در واقع سلکت کنیم درک کنم اینجا رها کنم اینجا ببینید مثلا می نیست سلام دنیا خب یه مقاله ای توی سایت وردپرسی که اول ساخته میشن به اسم سلام دنیا به صورت پیش وجود داره به همین دلیل هم چون این سایت سایت پیش فرض هنوز همون مطالب پیش وجود داره این مطلب سلام دنیا هستش خب ببینید وقتی اینجا عنوان رو میکشم و رها میکنم این یعنی چی یعنی همه مقالات خب هر مقاله ای که منتشر میشه عنوانش مثلا ما یه مقاله منتشر میکنیم قیمت گلکسی S22 اولترا و اینو منتشر میکنیم و یه مقاله دیگه منتشر میکنیم گلکسی S مثلا 15 مثلا اولترا حالا مثال و اینا منتشر میکنیم ببینید توی این عنوان در واقع توی اون صفحه S21 اولترا این عنوان اینجا قرار میگیره تو اون صفحه S22 S15 اولترا اونم اینجا قرار میگیره پس اینجا عنوان مقاله ما قرار میگیره. من اگه بخوام خیلی ساده‌تر بهتون بگم بذارید من دو کلاصه باز کنم. می‌خوام یه خورده براتون ساده‌تر کنم موضوع متوجه بشید. وقتی تو قسمت نوشته و افسودن نوشته می‌بینید ببینید اینجا نوشته افسودن عنوان. خب اگه من عنوان بفرستم بنویسم در واقع مثلا موبایل گلکسی خب و یه نوشته‌ای براش انتخاب کنم در نیت انتشار بزنم این موبایل گلکسی اینجا قرار میگیره یعنی این داره فراخونی میکنه این از این دوباره به قسمت المان ها ببینید اینجا در واقع قسمت های مختلفی قرار داره که من میام در واقع میام دونه دونه اون المان ها رو بهش اضاف میکنم یه بخشی هست ما اگر دقت کنیم هم تو فوتر هم تو هدر خیلی به زیبا سازی اهمیت ندادیم چون قراره مرحله به مرحله پیش بریم یعنی فعلا فقط داریم فقط هدر رو میسازیم فوتر رو میسازیم بخش نوشته ها بخش سایت بار بخش بخش برگه ها و... و بعد میریم تو قسمت فروشگاه سازی چجوری صفحات فروشگاه مون کاستماایز کنیم چطوری شخصی سازی کنیم هر چیزی که دلمون میخواد واسه همین فقط میسازیم و سرجاش میذاریم و بر مرحله بعدی میایم دونه به دونه به ظاهرش به اون در واقع استایلش شکل و شمایل میدیم که حالت خوبی پیدا کنه حالا من اینجا میام دونه, دونه دونه در واقع محتویات رو میذارم میخوام دونه دونه بهتون بگم چیه پست کامنت هم که معمولا اینجا پست اینفو معمولا اینجا بعد نیست و هم ببینید ببینید دوست عزیز ما به چند تا از اینا بیشتر نیاز نداریم خیلی پایتون درگیر نکنید میگم همه چی باز بستگی به سلیقه شماست یه بحث دیگه هم هست یه بحث سلیقه است یه بحث رعایت اصول سهوه خیلی دیگه میگن که آقا الیمنتور سهوش خوب نیست من این قضیه رو نقض میکنم هم اون سئو افسونه المنتور در واقع سوی سایتی که با افسونه المنتور ساخته شده باشه باز بسته به اون طراحش داره که توی طراحی چجوری چجوری در واقع ساخته باشه اون بخش مختلفی از سایتو ببینید مثلا توی قسمت عنوان حتما باید تگ HTML رو H1 باشه اگر دلیلش رو نمیدونید چرا چی... چرا, چرا, چرا چون باید دوره سئو رو ببینید و من در آینده دوره سئو خط دوی یوتیوب برنامه دارم که بذارم اگر شما علاقه دارید حتما کامنت کنید و بگید اینو که ببینم اگر طرفدار داشته باشه حتما سئو هم ادامه میدیم تو همین یوتیوب و حالا میخوام بگم که اینجا اطلاعات در واقع نوشته هاست نیازی نیست بذارید من اینا رو حذف کنم اینم حذف کنم خب این تیبل آف کانتنت دیدید یه سری سایت ها مثلا میرید قبل از خود محتوا یه بخشایی رو میذاره مثلا عنوان بندی ها رو تا روش کلیک میکنی مستقیم میره به اون قسمت اه, باید ببینید اینا رو من ان تو جلسات بعد تو بحث زیبا سازی که میریم اینقدر با اینو کار میکنیم بخش به بخش حتی یه جلسه برای همین تیبل اف کانتنت درست میکنم یه جلسه برای مثلا خود بخش کامنت ها رو زیبا سازی کنیم برای همه اینا یه دو جدا تو ضبط میکنم که خیلی هم ویدیو طولانی نشه و کوتاه به کوتاه جز به جز بریم چلو که شما هم بهتر متوجه بشید که منم وقت داشته باشم برای هر کدوم از بخش ها توضیحات بیشتر و دقیق بهتون بگم در نهایت ببینید من این قسمت پست uh, یعنی در واقع محتوای پست که اینجاست میذارم اینجا که میبینید الان همین بوده حالا من حس میکنم این محتوای م... چیز شما از کامنت هم آخره و این اگر دقت کنید توی سری از سایت ها میرید وقتی مقاله منتشر میشه اون انتها نویسنده مقاله و یه بیوگرافی ازش معمولا اونجا هست این دقیقا همون گزینه است که با این المان انجام میشه که این المان هر جا بذارید در واقع بذارید من اینو پاک کنم الان بالا گذاشتم درسم روی ویراشگر المتور کلیگراست هم جواب میده اینا رو من با کلیگراست میارم کلیگراست میکنم و هست میبینید که اون المانه میاد حالا من چون بیوگرافی اضاف نکردم بیوگرافی از این قسمت توی بذارید من بیام از این قسمت توی ویرایش شناسنامه میشه بیوگرافی یا تنظیمات زندگی نامه یا همین چیزی به فارسی معمولا ترجمه شده اونجا میتونید بنویسید در نهایت ببینید کارمون که تموم شد فرض کنید اینجا ما عنوان گذاشتیم عنوان متن مقاله گذاشتیم همه چیزایی که می‌خویم ببینید الماناش همین جلو هست آها تصویر شاخص رو نذاشتیم هنوز ببینید تصویر شاخص رو به چند روش میشه گذاشت یکی همین اینجا اینجاست ببینید من معمولا خود تصویر استفاده میکنم، تصویر رو میارم اینجا قرار میدم قبل توضیح ببینید اینجا یه وقتی موسمی برای روش یه گزینه داره اینجا به اسم برچسب‌های پویا روش که کلیک می‌کنید اینجا در واقع به تصویر میگید که این تصویر از جای در واقع پویاست از چه جایی فراخونی باشه یعنی یه تصویر ثابت نیست پویا یعنی هر لحظه در حال تغییره هر لحظه داره از یه جایی فراخونی میشه از یه جایی داره اطلاعاتو میگیره از کجا اطلاعاتو میگیره از اونجایی که شما تو قسمت نوشته ها، وقتی میخواین نوشته رو منتشر کنید تصویر شاخص اون نوشته رو تعیین میکنید و این پویا بودنش اینه که هر سری که میخواد اون مقاله رو لود کنه میره از اون تصویر شاخص تصویر میگیره و به کاربر نمایش داده میشه عنوانم هم دقیقا همینه عنوان میره اون عنوان مقاله رو میگیره میاره و به, مقال... به... به... نشون میده و ما رو وقتی روی این بزین پویا کلیک میکنیم روی این قسمت کلیک میکنیم خود به خود الان هر تصویر شاخصی برای مقاله اون بذاریم اینجا لود میشه من چرا تصویر استفاده میکنم چون به استایل دهیش و به این چیزاش خیلی مسلطترم که حالا تو جلسات بعد در مورد با اینا صحبت خواهیم کرد و همین حالا یه بخشی از بخش ساید بار ببین ساید بار رو ما همین الان میتونیم یه المان اینجا بگیریم مثلا بگیم خب یه دکمه بندازیم اینجا مثلا خب و این دکمه رو مثلا بیایم تمام ارزش کنیم مثلا اینجا بنویسیم حالا هر چیزی همینجوری یه, یه المان المان بچینیم بیایم پایین ببینید اگر قرار باشه میاد دو دو مدل سایت بار داریم اگر بخوایم ساید بار ما چسبان باشه یعنی وقتی اسکرول میکنیم با ما بیاد پایین بذارید من سایت خودمون رو باز کنم توی این کوگنیتو هم باز میکنم فرض کنید الان بذارید من فرض کنید الان مثلا یه مقاله مثلا این ببین من وقتی اسکرول میکنم این ساید بار دقت کنید بذارید من این ساید بار دقت کنید وقتی میام پایین میام پایین میام پایین نکوب میچسبه ببینید همین چسبیده مهم میاد پایین گرفتید تا این قسمت یعنی دیگه تو فوتر نمیاد تا همینجا دیگه قطع میشه تو یه محدوده ای بالا پایین میکنه با شما با, با اسکرول شما برای اینکه به این حالت رو داشته باشید نمیتونید اینجا مستقیم بیاید یه المان رو اینجوری بکشید بندازید این چسبان نیست یعنی چی یعنی اگر شما اسکرول کنید این دیگه با شما پایین نمیاد همینجا میمونه و میره و بقیه صفحه اینجا طرف در واقع کاربر سفید میبینه چیز خاصی نمیبینه ببینید دو تا حالت وجود داره اگر میخواید صفحه در واقع قسمت در واقع سایدبار شما چسبان باشه تو جلسه بعد میخوام آموزش ساخت سایدبار چسبان آموزش بدم و با جلسه بعد ببینید چون این خور موضوعش طولانیه ولی اگر میخواید صفحه چسبان نباشه و خیلی راحت همینجا بذارید و وقتی اسکرول میشه به بقیه در واقع دید نداشته باشه به همون چیزی که گفتن همین چند سال پیش همینجا خیلی راحت هر المانی رو میخواید شما مثلا دکمه میخواید تصویر میخواید بالا سر این دکمه بذارید یا مثلا توضیحاتی مد نظرتونه یا هر چیزی یا نمیدونم پورت تصاویری رو به صورت گالری وار در واقع نشون بدید آخرین پست ارسال شده تو سایت رو مثلا نمایش بدید یا هر چیز شبیه به این همینجوری در واقع بکشید و اونجا رها کنید و تمام همین چیز خواستی نداره ببینید کلیت صفحه نوشته های ما الان تموم شده است خب یعنی اگر دقت کنید همین الان ما یه سایت بار داریم یا عنوان داریم تصویر شاخص داریم و و و من سعی می‌کنم برای جلسه بعد که می‌خوام سایت بارم بسازم یه تا این نوشته سلام دنیا رو که یه نوشته است الان توی بخش نوشته ها بریم هر وردپرسی معمولاً تازه ساخته میشه این در واقع سلام دنیا وجود داره این موبایل گالکسی که الان خودمون نوشتیم ذخیره نکردیم پیش شد حالا من زوالدان می‌فرستم تو این ویرایش در واقع مقاله سلام دنیا رو من در واقع اولا که به ویرایشگر کلاسیک در واقع تبدیلش میکنم الان ویرایشگر در واقع گوتنبرگ ویرایشگر جدیده و اگر دوست دارید که با این مدل ویرایشگر دوست دارید کار کنید یا به مدل یا به ویرایشگر یا در واقع با ویرایشگر کلاسیک راحت ترید من با ویرایشگر کلاسیک کار میکنم تفاوت این دو تا رو بعدا بهتون میگم خیلی فرقی با هم میکنه فقط یه سری جاش در واقع فرق میکنه و یه مقاله بعدا برای این منتشر می‌کنم که چطور ویراشگر کلاسیک رو روی وردپرس رو نصب کنید بدون اینکه نیاز باشه افسونه ویراشگر کلاسیک رو نصب کنید یعنی یه افسونه اضافه نصب کنید بدون نیاز به افسونه برگردید به ویراشگر کلاسیک اگر این موضوع دوست دارید حتما کامنت کنید که انگیزه داشته باشم براتون بسازم خب داشتم اینو گفتم که مقاله سلام دنیا یه خورده تصاویر اینا بهش میدم یه خورده کامل می‌کنم که اینجا در واقع ما جزئیاتشو ببینیم در نهایت وقتی ما صفحه نوشتامون رو ساختیم روی گزینه انتشار کلیک میکنیم بیاین یه چیزی بهتون بگم ما تو هدر تو ساخت هدر و فوتر این محیط برای ما میومد حالا اومدیم و از غذا ما حواسمون نبود اینجا براش تعیین نکردیم که کجا می‌خوایم نواش بده و روی سیون کلو زدیم خب؟ و وقتی زدیم یه همچین محیط باز میشه و الان هر کاری میکنیم روی این بروزستانی هر چی کلیک میکنیم دیگه این اون محیطه نمیاد که ما تعیین کنیم کجا نمیشه برای این کار این بغل یه در واقع فلشه میزنید اینجا میاد دیسپلی خب روی این که کلیک میکنید دوباره اون میاد بالا و اینجا میتونید انتخاب کنید که کجا نمایش بده میشه اینجا داره میگه آل سینگولار یا اشتباه نکنم ببینید یعنی چی یعنی میگه که در واقع تو تمام بخش سینگل پست های ما این قالب رو نمایش بده و ما هم همین رو میخوایم و روی سیو کلوز کلیک میکنیم حالا اگر من برم یک نوشته از سایت رو همین سلام دنیا رو مثلا روالت نمایش ببینم باید با همون قالب منتشر بشه میبینید که همین همینطوره این تیبل اف کانتنت اگه متوجه نمیشدید اونجا چیه اگه دقت کنید اینجا به هر بخش کلیک کنیم در واقع پرش پیدا میکنه کاربر به اون قسمت مورد نظر برای مقالات خیلی طولانی کاربرد داره که عنوانا رو اول میذاره به هر قسمتی که میخواد کلیک میکنه مستقیم صاف میره مقاله که خیلی زیاد باشه کاربر هی اسکرول کنه اسکرول کنه اسکرول کنه خیلی سخته بخواد چیزی که میخواد و کل مقاله پیدا کنه مگر اینکه بشه همشو بخونه که واقعا سخته بشه میشه بشن برای کاربری راحت تره. در واقع برای راحتتر بودن ای کاربرتون این کار انجام بدید تبل اف کانتنت گزینه خیلی خوبیه فقط باید خود شخصی سازی بشه خود ظاهرش قشنگتر بشه که بعدا تو جلسات بعد حتما بهتون میگم پس چی شد ما فوتر ساختیم ببخشید هدر رو ساختیم فوتر رو ساختیم بخش نوشته هم ساختیم سایت بار ناکن چسبان نیست ناکن من اسکرول کنم نمیاد سایت بار خیلی چسبان غیر چسبان در ساختیم سایت بار چسبان هم که بهتون اینجا تو سایت خودمون بهتون نماش دادم مثل این وقتی اسکرول میکنید این قسمت رو کنید چسبان میشه رو تو جلسه تو جلسه تو بعد آموزش میدم اینم بخش در واقع بخش نوشته ها یا بخش همون سینگل سایت وردپرس با افسون المنتور امیدوارم خوشتون اومده باشه در انتها هم دو تا ویدیو بهتون نمایش میدم که میتونه ما نزدیک به این موضوع حتما اونها رو نگاه کنید و با پا به پای ما پیش بیاید حتما لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه به دوستان رو معرفی کنید خیلی خوشحال شدم که تا اینجا با ویدیو همراه من بودید تا جلسه بعد خدا